با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما رو از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنم. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و سلامت و سرزنده باشید. جلسه هماندیشی نمایندگی منطقه جنوب آلمان رو در تاریخ 26 فوریه سال 2023 و در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنیم. من در ابتدا طبق روال گذشته ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون خدمت شما بزرگواران عرض میکنم و بعد میپردازیم به جلسه امروزمون. سخنران اول ما جناب آقای داوود لطفی با بررسی ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سرکار خانم کیمیا قزلباش با موضوع جنبش دانشجویان در اعتراضات زن زندگی آزادی. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم. بحث آزاد امروز ما موضوعش هست حق دموکراسی، ائتلاف احزاب و فعالین مدنی و حقوق بشری. دوستان و همراهان عزیزم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن. من در ابتدا دعوت میکنم از جناب آقای داوود لطفی که سخنرانیشون رو بشنم. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله، عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیزم. بر طبق این ماده، یعنی ماده سوم اعلامیه جهانی، هر کس حق زندگی آزاد و امن رو داره. یعنی حق زندگی، آزادی و امنیت مربوط به هر شخصه. این ماده به مهمترین حق هر انسانی، یعنی حق زندگی کردن، اشاره میکنه. در این بند به سادگی بیان میشه هر انسانی باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی و آزادی و امنیت برخوردار باشه. به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود. آقای لطفی مایکتون قطع شد. من مایکو دوباره برای شما باز میکنم. ببخشید، منو گوشیم زنگ خورد، پوزش میخوام. به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته بشه، امنیت اون به خطر افتاده و آزادی اون سلب بشه. اهمیت داشتن زندگی آزاد و امن برای هر انسانی به قدری مهمه که ابتدای اعلامیه جهانی حقوق بشر آورده شده. اکنون هر سه این موارد رو با هم مرور میکنیم و به هر کدوم مختصری میپردازیم. حق زندگی، این حق یکی از بدیهی ترین حقوق انسان هاست. حق زندگی در زمانهای قدیم به راحتی از انسان ها سلب می شد. اگر انسان در جنگی اسیر می شد، دیگه حق زندگی نداشت. یا به طور مثال، اگر جرم کوچکی انجام می داد که حکومت اون رو نمی پسندید، اون رو از زندگی محروم می کرد. و نه تنها اون رو، بلکه تمامی خانواده اونیز به واسطه جرم او دیگه حق زندگی نداشتند. حق حیات امروزه در قوانین تمامی کشورهای جهان وجود داره و به اون احترام گذاشته میشه. گرچه چالش هایی نیز وجود دارد، مثل اعدام که هنوز بر سر آن مناقشه وجود داره که آیا باید انجام بشه یا نه. ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکنند که هر انسانی حق حیات داره. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال مجازات اعدام را تحت شرایط خاصی مجاز میدونه. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت، که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح. به طور مثال، جرم تلقی کردن آیین‌های مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب با معیارهای قانون بین المللی حقوق بشر مغایرت داره. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد
نقض آشکار حقوق حق حیاتی می باشد که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده. در حال حاضر 133 کشور مجازات مرگ و اعدام را در قوانین خود و یا در عمل لغو کردند و اگر حکومتی اون رو اجرا کنه از ناقضان حقوق بشر به شمار میاد. علارغم اینکه حقوق بشر حق حیات رو برای تمامی اعضای جامعه حقی مسلم میدونه و آن رو جزء حق اولیه جامعه میدونه، متاسفانه ایران جزء معدود کشورهاییه که مجازات مرگ رو هنوز لغو نکرده. از سوی دیگه اخیراً نیز قتل‌های دولتی به قدر زیاد شده که موجبات اعتراضات و عکس العمل‌های جامعه جهانی رو در این اواخر و با شروع و ادامه انقلاب ژینا مهسا امینی فراهم آورده. انقلابی که تا به امروز نزدیک به طبق آمارهای غیر رسمی 100 هزار نفر بازداشتی داشته، 600 نفر کشته و بیش از 8 هزار نفر زخمی، چندین نقص عضو و ده ها اعدامی، و این تنها به دلیل اعاده حق زندگی بوده. چالش های دیگری هم در حق زندگی برای انسان وجود داره، مثل سقط جنین که اون نیز پرسش های بسیاری رو به وجود آورده. خودکشی یکی دیگر از مسائل امروزه که آیا انسان حق داره اون رو از خودش سلب کنه، حیاتش رو از خودش سلب کنه، یا میتونه از کسی بخواد که از او سلب حیات کنه؟ سوالی که مسلماً جوابش خیره، ولی به دلایل گوناگون این اتفاق تلخ رقم میخوره. طبق آخرین آمار به ازای هر 10 تا 15 هزار نفر یک نفر دست به خودکشی میزنه. گویان در آمریکای جنوبی بیشترین آمار خودکشی و باربادوس در آمریکای شمالی کمترین میزان خودکشی رو در بین کشورهای جهان داشتن. شکنجه نیز نوعی قتل تدریجی محسوب میشه و البته مجدداً از جانب حکومت لزوم اجرایی پیدا میکنه که در بسیاری از موارد مجازات مرگ از طریق همین شکنجه یا اعمال خشن غیر انسانی و تحقیر کننده صورت میگیره، از جمله مجازات سنگسار که در مورد زنای محسنه صورت میگیره و طی آن شخص مورد سنگسار توسط ضربات سنگ با تحمل درد فراوان به تدریج از بین میره. در همین انقلاب 1401 خبرهای بیشماری از وضعیت بد دستگیر شدگان و شکنجه های بیرحمانه که حتی بر اثر همین شکنجه ها جان خودشون را از دست دادن وجود داشته. ابراهیم ریگی از آخرین این موارد بوده و مطمئناً آخرین هم نخواهد بود. هدیه کردن حق حیات نیز یکی دیگه از مسائلی است که در باب حق زندگی بسیار اهمیت داره. آیا ما حق داریم جنینی را بکشیم و از خون او برای زنده ماندن کودک تالاسمی بزرگتر مورد استفاده قرار بدیم، خون رو ذخیره کنیم و بچه های بزرگتر بدیم، یا کودکی که دچار عقب افتادگی است آیا اجازه داریم اون رو از بین ببریم؟ حق حیات نسل های بعدی نیز در محافل امروز بسیار مورد مناقشه است. آیا ما حق داریم که حیات انسان های بعد از خودمون رو به خطر بیاندازیم؟ اینها مواردی هستند که حق زنده بودن و زندگی کردن هر انسانی رو به چالش میکشند. پس این را باید نتیجه گرفت که اعلامیه حقوق بشر این حق رو برای انسان بدیهی و فطری میدونه و کمک شایانی رو در بهتر زیستن انسان کرده. هر کودکی که در سر تا سر این دنیا متولد میشه حق مسلمی به نام حق حیات داره و جامعه نیز باید در رشد و نموم وی تمامی تلاش خودش رو به کار بگیره و اختلافات فرهنگی یا عقیدتی نبایستی زمینه ساز احکامی چون اعدام یا شکنجه در خصوص شخص شمرده بشه و یا مجوز سلب حیات وی گردد. امید به روزی که این احکام در هیچ کجای این دنیا اجرا نشه. اما حق آزادی، آزادی نیز حق مسلم هر فرده و در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه نباشه هیچ کس نمیتونه اون رو از شما سلب کنه. آزادی آرمان بلند بشره و مفهومی است که به معنای رهایی و اعمال اختیار و اراده است، به نحوی که شخص بتونه بدون مانعی اراده خودش رو انجام بده. آزادی یکی از دستاوردهای دنیای جدید و مدرنه. این حق در دنیای سنتی و قدیمی به راحتی زیر پا نهاده می شد و از طرف برخی انسان ها له می شد.
و برای آن توجیهاتی از قبیل رنگ، جنس، مذهب، نژاد و غیره درست می شده. می بینید که اعلامیه حقوق بشر در ماده دوم عوامل برتری و نابرابری انسان بر انسان دیگر رو ذکر می کنه و تمامی اونها رو نفی می کنه. در ماده سوم آزادی رو برای انسان قائل میشه. در زمانهای قدیم آزادی از انسان سلب می شد، چون او سیاه بود، چون زن بود، چون اعتقاد دیگری نسبت به دنیا و خدا داشت. ولی دنیای مدرن با تکیه بر عقلانیت تمامی اونها رو نفی میکنه و از بین میبره و تمامی انسانها رو مساوی قرار میده. در این ماده آزادی به معنای اسیر و برده نبودن نیز آمده که به لطف دنیای جدید و مدرن بردهداری سالهاست لغو شده و کلیه انسانها به آزادی دست پیدا کردند. این مسئله به قدری مهمه که بلافاصله در ماده چهارم به اون پرداخته شده. همان گونه که حق آزادی انتخاب به عنوان پوشش وجود داره، حق آزادی بی‌حجاب بودن نیز بخشی از آزادی پوششه. همانطور که حق آزادی بیان عقاید مذهبی باید به رسمیت شناخته بشه، حق ابراز نظر کردن اعتقادات مذهبی نیز باید به رسمیت شناخته بشه. همونطور که حق آزادی اعمال عقاید مذهبی مورد احترامه، حق آزادی عدم اجرای دستورات مذهبی نیز باید محترم شناخته بشه. اما در ایران از زمان به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی و اعلام دستور حجاب اجباری، حق زنان برای انتخاب آزادانه نوع پوشش و حق ادیانی غیر از مسلمان شیعه اثنااشعری برای ابراز اعتقادات خود در این سالها نقض شده. امروز بعد از گذشت 43 سال اسارت در چنگال این رژیم، مردم ایران یک صدا شعار آزادی 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 را در خیابانها سر می دهند و یک دل شدند تا این رژیم خامنه ای دیکتاتور را نابود و آزاد شوند. حق امنیت. حیات و آزادی در امنیت است که معنای خودش رو پیدا می کنه. اگه امنیت در جامعه نباشه، از حق زندگی و آزادی هم خبری نیست. امنیت از دیرباز مهمترین دغدغه انسان‌ها بوده. از زمان انسان‌های اولیه امنیت به عنوان اساسی ترین رکن زندگی پس از آب و غذا مطرح بوده. امنیت در مورد افراد به این معناست که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع خود نداشته باشند و به هیچ وجه حقوقشان به مخاطره نیفته و هیچ عاملی حق مشروع آنها را تهدید نکنه. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه به این مفهوم از طبیعت حقوق بشری ناشی میشه. در زمانهای دور انسانها همیشه در حال جنگ و خونریزی بودند. حتی در دنیای مدرن نیز جنگ و خوف و ترس نیز وجود داره. بدترین اون جنگ جهانی دوم بود که باعث شد اعلامیه فعلی حقوق بشر نوشته و رهرو انسانها باشه. در دنیای جدید هنوز دیده میشه کشورهایی که به بهانه شرایط جنگی تمام حقوق انسانها رو سلب کردند و آزادی رو از اونها گرفتن. امروزه ما نتونستیم به یک امنیت پایدار در تمامی دنیا دست پیدا کنیم. فقط حدود 60 سالی هست که اروپای غربی و آمریکای شمالی در صلحند و به جز آنها در تمامی مناطق جهان درگیری و جنگ اتفاق افتاده و میافتد. سازمان ملل و کشورها تلاش میکنند صلح و امنیت در جهان ایجاد بشه تا همه در آرامش به تمام حقوق انسانی خودشون دست پیدا کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه هیچ صحبتی از زندگی آزاد و امن برای هر ایرانی نشده. مشخصا در مورد نحوه به ثمر رسیدن انقلاب 57، ولایت فقیه و حکومت اسلامی و چگونگی نظام صده بنده هستش؟ ببخشید. بله جناب آقای لطفی، ادامه بدید. در فصل اول اصل سوم بند هفتم گفته شده تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حد قانون. اما کدوم قانون؟ قانونی که بر مبنای موازین اسلام و حکومت اسلامی نوشته شده و تا زمانی است که اسلام به خطر نیفته. در فصل اول اصل نهم گفته شده در جمهوری اسلامی آزادی و استقلال و وحدت تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ اونها وظیفه دولت و آحاد ملته. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارند به نام استفاده از آزادی
به استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی هم حق نداره به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی آزادی های مشروع رو هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کنه. پس آزادی هر فرد اگر حکومت اسلامی رو به مخاطره بیندازه سلب میشه و از طرفی حکومت هم حق نداره در لوای حکومت اسلامی آزادی های مشروع هر شخص ایرانی رو سلب کنه. اما سوال اینجاست که آیا تعریف دقیقی از آزادی داده شده که هر دو طرف محدوده خودشون رو بدونن؟ در اصل 13 در باب آزادی و پیروان مذهب و اجرای مناسک صحبت شده و در فصل دوم اصل 15 هم در مورد آزادی آموزش زبانهای قومها در کنار زبان فارسی، در فصل سوم که مختص ملته در اصل 24ش صحبت از آزادی نشریات به شرطی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشه به میان اومده و در اصل 26ام از آزادی احزاب و انجمنهای سیاسی تا جایی که موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی رو نقض نکنه صحبت شده. در اصل 27ام آزادی تجمعات و راهپیمایی ها به شرطی که اسلام به خطر نیفته ارائه میشه و خونه و در نهایت در این فصل که مخصوص ملته دولت موظف شده معیشت و خونه و امکانات بهداشتی شغلی رو برای عموم مردم فراهم کنه. در فصل ششم اصل 86ام به نمایندگان مجلس هم ما این آزادی داده شده که آزادانه رأی بدن و اینجا صحبت از مخالف موازین اسلامی و خطر اسلام و به خطر افتادن نظام نشده، چرا که آن طویله از آن خود رژیم است و نمایندگان به جای حفظ حقوق مردم به فکر جیب خودشون هستند. در تمامی 4 فصل قانون اساسی و 177 اصولی که هیچ اسم و 177 اصول آن هیچ اسمی یا کلمه ای از زندگی آزاد امن برای هر ایرانی نیومده و یا لااقل من ندیدم. یکی از دلایلی که گفته میشه قانون اساسی باید بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته بشه توجه به مواد این اعلامیه بر محوریت انسان و ارج نهادن به مقام انسانیت است. هر انسان فارغ از هر گونه تفکر، عقیده، رنگ، نژاد و هر سلیقه‌ای که داشته باشد یک انسان است و حق زندگی آزاد و امن از حقوق ذاتی اونه که باید در اختیارش باشه. حقی که در بعضی از کشورها مانند ایران به دلیل حکومت مستبد و دیکتاتوریش علارغم داشتن ثروت فراوان که چه مستقیم و غیر مستقیم حق ملته و باید در زندگی هر شخص که در اون کشور زندگی میکنن جاری باشه از اون سلب شده و زمانی که این حق رو مطالبه میکنند به عنوان اختشاشگر و آشوبگر یا به قول آقای احمدی نژاد خس و خاشاک از آنها نام برده میشه و جوابشان گلوله و باتوم و نقص عضو و مرگ میشه. حال این روزهای ایران ما نشان از این واقعیت داره که داشتن یک زندگی بسیار بسیار معمولی فقط در حتی یک روز وعده غذایی بسیار ساده هم آرزو شده برای مردمانش. کشوری با این همه ثروت مردمانش هر روز فقیرتر و فقیرتر و حاکمان ثروتمندتر و خونخوارتر میشن. این انقلاب به زودی به بار میشینه و علی خامنه‌ای با تمامی هوادارانش به پایان میرسن و در برابر عدالت این مردم قرار میگیرن و بابت تمامی جنایات این 43 سال و تمامی حقوقی که از مردم سلب شده باید پاسخگو باشند. در فردای آزادی یک حکومت از میان مردم و بر مبنای حقوق بشر و ارج نهادن مقام انسان برای هر ایرانی بیرون خواهد آمد و آن روز دیر نیست تا پیروزی. ممنون از شما که وقت گذاشتید و من رو شنیدید. خوشحال میشم اگه نقدی سوالی هست بشنوم. سپاسگزارم جناب آقای لطفی بابت انتخاب این موضوع بسیار خوب که واقعا تو این روزها هممون شاهدش هستیم، شاهد این سلب حق حیاتی که هر روز توی خیابون و حالا توی اون دادگاهی فرمایشی که داره برگزار میشه شاهدش هستیم. این بحث سلب حق حیات در واقع یه جورایی میشه گفت اهرمیه که هر حکومت دیکتاتوری برای بقای خودش، برای حذف مخالفان خودش ازش استفاده میکنه و
واقعا نباید انتظار داشت یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیکتاتوری دیگه، فرقی نمیکنه، کم نداریم متاسفانه الان توی دنیا، نباید انتظار داشته باشیم که این قانون رو در واقع حذف بکنن از توی قانون قوانین اسلامی که دارن، چون اصلا یه جورایی ماهیت جمهوری اسلامی به این حذف مخالفان، به این سلب حق حیات اصلا گره خورده و اصلا بدون این اصلا جمهوری اسلامی معنی نداره. به امید اون روزی که کلن ما خود صورت مسئله رو بتونیم پاکش کنیم که در واقع داره اتفاق میفته با این خیزش که این چند وقته، این چند ماه اخیر شاهدش هستیم، داره کم کم بساط جمهوری اسلامی رو کلن از کشورمون حذف میکنه و به امید اون روز که خیلی دور نیست، مطمئنم همین روزا اتفاق میفته. از دوستان عزیز اگر در رابطه با سخنرانی جناب آقای لطفی نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشید. جناب آقای احمدی خواه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. وقت همگی بخیر. ببینید من با فرمایش دوستم کاملا موافقم قسمت جمهوری اسلامی و داخلی مهرزه، ولی اون قسمتی که ایشون مدعی جهان امروز و آزادی به نظر من کاملا نه، حداقل اکثرش من میتونم رد کنم. در دنیایی که 180 هزار میلیارد دلار ما بدهی داری، به نظر مثلا آزادی معنی نداره. خب شما اشکال برده دارید تعریف کرده، اصلا این چیزی نیست. با میدیا دارن ذهن ما رو کنترل میکنن، میلیاردها دلار خرج ساختن اخبار میکنن و مجانی در اختیار ما. آزادی شاید در ظواهر خیلی متفاوته با ایران، ولی در باطن ما همه در حال کنترل شدن. اینی که ما میگیم جهان مدرن آزادیه، به نظر عمدهش اشتباه است. حالا نظر من دوستانم تو نظر خودشون. سپاسگزارم آقای لطفی. بالاخره اینم از یک دیدگاهی نظر شما و اینکه خب بله هیچ وقت هیچ جای دنیا اون 100% در واقع معیارهای مثبتی که باید باشن هیچ وقت رعایت نمیشه. یعنی همه همین کشورهایی که الان ما به عنوان کشورهای پیشرو توی دنیا میشناسیم که همشون هم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو امضا کردن و قاعدتا باید بهش پایبند باشن، میبینیم که 100% این اعلامیه رو اجرا نمیکنن و خب اونجایی که منافعشون در خطر بیفته شاید کمی کوتاه بیاد در قبال این اعلامیه، ولی که خب آدم کلی نگاه میکنه دیگه. میگم که هیچ چیزی 100% عالی نیست، ولی که مقایسه میکنه دیگه با کشور خودش. الان ایرانمون رو داریم میبینیم، یه جورایی میشه گفت 0%ش داره رعایت میشه، ولی خب حالا یه سری کشورها رو داریم میبینیم که حداقل 50%، 60%، 70%ش رو دارن رعایت میکنن و این یه جورایی امیدواری میده با آدم، امیدواری میده که بتونه برسه به اون نقطه که همه ی حق و حقوقش یه انسان بتونه مطالبه بکنه و بهش برسه. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. من پوزش میخوام. آقای احمدی خواه بودن صحبت میکردن قبل از بنده، نظرشون محترمه ولی حقیقا درسته. من تو بحث بردهداری موضوعی که حالا یه بخشی تو بخش از متن بود، اگه میخواستیم بهش بپردازیم واقعا گنجایش با 20 دقیقه امکانش نبود. خود بردهداری ما اگه بخوایم نگاه کنیم شاید اسمن نیست، ولی شما بردهداری نوبی همونجور این های عملی خب فهموردن، حالا به صورت از چه جنسی باشه، چه کودکان باشه، چه حالا موارد دیگه، مدرن اینها وجود داره ولی اسمی ازش نیست. خب اینا همه سلب آزادیه. واقعیت اینه که دنیا مدرن شده ولی به نوعی اون سلب حق حیات و سلب به قول معروف اون حق مدرن داره گرفته میشه از انسان ها. این واقعیتی که پوشیده نیست و همه هم میدونیم و همه هم بهش واقفیم، ولی چون ما در مورد ایران و جامعه خودمون داشتیم صحبت میکردیم، به نوعی وارد بحث پیچیده ترش نکردیم، وارد بزرگترش نکردیم که بخوایم وقت عزیزان رو بگیریم، وگه نه واقعیت وجود داره تمام اینها. باز ممنون از شما. متشکرم از شما جناب آقای لطفی و خسته نباشید، بسیار کامل و جامع بود. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم،
سخنران بعدی با سرکار خانم کیمیا قزلباش با موضوع جنبش دانشجویان در اعتراضات زن زندگی آزادی. سرکار خانم قزلباش بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سرکار خانم قزلباش مایک ندارید، مایکتون بازه ولی صدا نداریم از شما. متاسفانه صدای شما رو نداریم خانم قزلباش، با اینکه مایکتون بازه ولی که صدای شما رو اصلا نداریم. من مایکتون رو میبندم، یک بار دیگه باز کنم، حالا شاید مشکل حل بشه. اگر که دارید از هنسفری استفاده می کنید احتمال داره هنسفری تو مشکل داشته باشه، باید کانکشنش رو قطع بکنید و مستقیما با خود گوشی صحبت کنید، شاید اونجوری صداتون بیاد. خیر خانم قزلباش، متاسفانه فکر میکنم کلا مایکتون مشکل داره و اصلا نمیتونید وصل بشید. میخواید یه بار دیسکانکت بشید و دوباره وصل بشید، شاید مشکل حل بشه. تا خانم قزلباش حالا دوباره وصل میشن، من حالا یه نکته میخواستم در رابطه با سخنرانی جناب لطفی عرض کنم خدمتون. بحث اون حالا بردهداری بود، چون چند ماه پیش در این باره ما مفصل توی یکی از جلسات صحبت کردیم در رابطه با موضوع، در واقع این بردهداری نوین بود و اشکال مختلف بردهداری که متاسفانه الان داریم میبینیم که توی اکثر نقاط دنیا، حالا شکل شمایلش فقط فرق میکنه ولی توی اکثر نقاط دنیا داره انجام میشه. حالا توی کشور خودمون ایران وقتی بهش نگاه میکنیم خب شکلش اصلا کلا کاملا متفاوته و اون جوری که حالا بقیه دنیا دارن انجام میدن به اون سیستم نیست، کمی بردهداری تر در واقع میشه گفت، واقعا از انسان ها به عنوان یک برده دارن استفاده میکنن، ولی خب تو بقیه دنیا حالا به خاطر اون سیستمی که حالا پیاده کردن توی کشور شکل و شمایلش تغییر کرده و حالا ما به عنوان بردهداری نوین میشناسیمش. ولی که خب باز هم ما هممون الان داریم میبینیم که اینجوری تعریف میشه، در واقع هر انسانی در طول یک ماه کار میکنه، یک درآمدی به دست میاره و اون درآمدش میاد دوباره برمیگردونه به دولت، یعنی یا قسط میده یا هزینه خورد و خوراکش میده یا هزینه اجاره خونهش میده و همه اون پولی که تو کل ماه به دست آورده همش دوباره برمیگرده توی دولت و این چرخه همینجوری ادامه داره و اینم خودش یه جورایی میشه گفت بردهداری دیگه. هممون به عنوان یک برده نوین داریم حالا کار میکنیم و زندگی میکنیم و یه جورایی زندگیمونو داریم میگذرونیم. ولی که خب حالا نمیشه خیلی بهش ایراد گرفت، چون در واقع دنیا داره بر اساس، یعنی اقتصادش داره بر این اساس میچرخه و خیلی نمیشه وارد این بحثا شد. خیلی از کشورها اینو قبول کردن و برای انجام میدن و مشکلی هم با این قسمتش ندارن و بعضی هم میبینیم که نه واقعا دارن علیه این مبارزه میکنن، میگن چه واقعا چه نیازی هست که ما این همه کار بکنیم فقط به خاطری که بتونیم حالا بحث خورد و خوراکمون، هزینه خورد و خوراکمون رو در بیاریم و اجارهمون رو پرداخت کنیم و تموم میشه میریم. این هم حالا یه جورایی دوگانگی است در واقع، دو دستگی است در واقع میشه گفت توی دنیا، ولی خب به هر حال داره اجرا میشه. سرکار خانم قزلباش برگشتن. خانم قزلباش من یک بار دیگه مایک شما رو باز میکنم، امیدوارم که این بار بتونید صحبت بکنید. صدای من میاد الان؟ بله، دوری بر شما، صدای شما واضح است، بفرمایید. سلام، عرض درود خدمت شما، همه همکاران گرامی. توی شرایطی امروز بودم که نتونستم توی خونه سخنرانی مو انجام بدم و توی مسیر هستم الان. در هر صورت به خاطر فضایی که هستم از همه همکاران عذرخواهی میکنم.
من سخنرانیمو شروع میکنم. جنبش انقلابی 1401 مردم ایران به بستری برای بلوغ و نوزایی جنبش دانشجویی تبدیل شده است. در برخوردی متقابل دانشگاه که هم نقطه توصیف یا نقطه نمایش خیزشی سراسری حول شعار محوری زن زندگی آزادی شده است، حرکت پرتوان و مستمر جنبش دانشجویی در بیش از چندین ماه که در نیمی از آن اکثر دانشگاه‌های عمده کشور به صورت همزمان و فراگیر اعتراض داشتند. در طول 7 دهه تاریخ حیات جنبش دانشجویی ایران این اعتراضات بی سابقه بوده است. دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در تمامی جغرافیای ایران، هم از دولتی و آزاد، هم همراهی خود را با کلیت جنبش انقلابی را به نمایش گذاشتند و هم با نافرمانی مدنی تفکیک جنسیتی در محیط‌های دانشجویی را برهم زدند. در اغلب دانشگاه‌های فعال در اعتراضات علی‌رغم ممانعت مسئولان دانشگاه، سلف‌های غذاخوری با اقدام دانشجویان از حالت جدایی جنسیتی خارج شده و دانشجویان پسر و دختر در کنار هم غذا خوردند. همچنین شماری از دانشجویان دختر حجاب اجباری را از سر برداشته و این قانون ظالمانه و ارتجاعی را زیر پا گذاشتند. استمرار و گسترش مقاومت و اعتراض در دانشگاه ها علی‌رغم فضای سنگین امنیتی و سر دادن شعارهای و هدف قرار دادن شخص علی خامنه ای با تندترین شعارها نشانگر رسیدن جنبش دانشجویی به نقطه اوج خود در تاریخ فعالیت این جریان صنفی و سیاسی است. ویژگی جالب این اوجگیری غافلگیری این رویداد بعد از رکورد طولانی جنبش دانشجویی در دهه 90 خورشیدی است. نسل کنونی فعالان دانشجویی مدل مؤثر و جدیدی از رهبری را در قالب جمعی به نمایش گذاشتند که باعث سردرگمی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده است. بدون آنکه تشکل، گروه و یا فرد خاصی فراخوان تجمع بدهد و یا مراکز هدایت کننده ای وجود داشته باشد، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف به صورت هماهنگ در شکل مقتدرانه و با صلابت در چارچوب عمل جمعی و جنبشی را به صورت اعتراض انجام دادند. شعارها و مطالبات که در واقع اصل نظام را هدف قرار داده و خواهان تغییرات انقلابی در دانشگاه مختلف شده است، تناسب و اشتراک بالایی دارد. علاوه بر شعار و نافرمانی مدنی، ابتکارها و اقدامات نمادین نیز نقش پررنگی در کنشگری حال حاضر دانشجویان دارد. دیگر ویژگی این دوره از تحرکات دانشجویی نقش‌آفرینی گسترده‌تر دانشجویان دختر است که در بسیاری از تجمعات نقش رهبری دارند. عصیان در برابر تحقیر، تبعیض، تحمیل و واپسگرایی آنها و واپسگرایی آنها را در صف اول این کارزار قرار داده است. خواست آنها اینی بوده و امری متعلق به زندگی روزمره است و حالت انتزاعی ندارد. ترفندهای مختلف حکومت، اهم از بازداشت هدفمند فعالان دانشجویی، ایجاد بازدارندگی، اقدامات بسیج‌های دانشجویی و درگیری‌های فیزیکی با دانشجویان معترض، حمله خشونتبار نیروهای امنیتی و انتظامی به خوابگاه‌ها و محیط‌های دانشجویی، تهدیدهای آنها و احضار به مراجع امنیتی و کمیته‌های انضباطی، وعده‌های فریبنده و محرومیت دائمی و موقت از تحصیل و خدمات آموزشی و رفاهی نتوانسته است موجب فزاینده کنشگری انقلابی جنبش دانشجویی را متوقف سازد. الگوی فعالیت جنبش دانشجویی در مقطع فعلی متفاوت با ادوار گذشته بعد از انقلاب بهمن 57 است و تا حدودی شبیه سالهای پایانی حکومت پهلوی دوم است، اما در این حال ویژگی های نوینی دارد. در این الگو ساختار سلسله مراتبی
و عمودی وجود ندارد، بلکه به صورت شبکه‌ای با تحرک عامل‌ها به صورت واحدهای پویا و خودسازمان دهنده عمل می‌کند. راز تداوم و مانایی فعالیت‌ها و وابسته نبودن به اشخاص خاص و یا لیدرها در همین نوع فعالیت است که به صورت یک سیستم اجتماعی پیچیده عمل می‌کند. این سیستم در تطابق فعال با محیط در کوتاه مدت از یک نظم شکننده برخوردار بوده و در دراز مدت در چارچوب مدل آشوب فعالیتش را سامان می‌دهد. رهبری به صورت مشارکتی و جمعی است، اما افرادی در شبکه به لحاظ ارتباطات و کنش‌های متقابل بیشتر موقعیت ویژه پیدا می‌کنند که باعث می‌شود اثرگذاری بیشتر داشته باشند. این نقاط اتصال در این حال به گونه هستند که قطع هر یک از آنها لزوماً به از همگسستگی شبکه منجر نمی شود. از زاویه دیگر روش سازماندهی آنها مشابه نرم افزار بلاکچین است که یک پارچگی مجموعه بدون کنترل کننده مرکزی و وجود ساختار متمرکز حفظ شده است و اطلاعات و فرامین به صورت یکسان در اختیار همه اعضای شبکه قرار می گیرد. نسل جدید فعالان دانشجویی که عمدتاً در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند، از متولدان سال‌های آخر دهه 70 و نیمه اول دهه 80 خورشیدی هستند. این نسل ویژگی‌های متفاوت خودش را دارد، اما در گسست کامل با نسل‌های قبلی نیست. خصلت اصلی این نسل که معروف به نسل زد است، توجه و ارزش گذاشتن به خود زندگی به عنوان ارزش محوری است. نسل‌های قبلی زندگی را در پرتو ایدئال‌ها، انگاره‌های ایدئولوژیک و آرمان‌ها تعریف می‌کردند و خود زندگی تبدیل مسئله ثانویه می‌شد. البته این اتفاق در یک روند رخ داده است، اما برای نسل کنونی سبک زندگی، آزادی‌های فردی و فرهنگی اهمیت بیشتری دارد. شادی، لذت، آزادی انتخاب، نوع زندگی و سلوک اجتماعی و رد الگوهای همگونساز دغدغه‌های اصلی هستند. این نسل در فضای ارتباط جهانی بزرگ شده و تمایل بیشتری به ارزش‌های مدرنیته و سبک زندگی غربی دارد. ارتباط با اینترنت و فناوری‌های اطلاعات نوین آنها را در شرایطی قرار داده است تا شهروند جهانی باشند. البته در کنار مطالبات اجتماعی و فرهنگی، آزادی‌های سیاسی و دموکراسی نیز در مدار توجه آنها هستند. این توجه حلقه وصل آن به سنت و تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران است. مرگ بر استبداد، مرگ بر دیکتاتور و نفی تمام اشکال اقتدارگرایی در تاریخ معاصر ایران نقاط پیوست با نسل‌های قبلی جنبش دانشجویی است. این نسل در خانواده‌های بزرگ شدند که نسبت به گذشته از ویژگی‌های پدرسالارانه و مردسالارانه دورتر بودند. در چنین محیطی و بر بستر تحولات زمانه اقتدارستیزی در آنها نمود بیشتری دارد و مقاومت نسبی بیشتری نسبت به پذیرش سلطه، نصیحت‌گویی و امر و نهی نسل‌های قبلی و مراجع قدرت دارند. در هر صورت در اتفاق غیر منتظره جنبش دانشجویی در فعال‌ترین نقطه دوران حیات خود قرار دارد و در حال تاریخ سازی است. اکنون جنبش دانشجویی موتور محرکه و کانون جنبش انقلابی 1401 است که انرژی لازم برای تداوم کنشگری اعتراضی را فراهم می کند. گذشت زمان نشان می دهد که نتایج ماندگار این دوره اوج فعالیت جنبش دانشجویی چه خواهد بود. اما هرچه باشد نسل کنونی جنبش دانشجویی سزاوار تمجید و قدردانی ویژه است و همچنین زنان دانشجو به مسابقه بخشی از جنبش دانشجویی همواره در این نبرد حضور داشتند. از مبارزات جنبش دانشجویی در دوران پهلوی در داخل و در کنفدراسیون جهانی تا موج و خیزش انقلابی که به سرنگونی رژیم شاه انجامی تا اوجگیری خیزش دانشجویی سال 88 در متن اعتراضات گسترده مردمی به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری
دهم تا 16 آذر ماه 1388 روز دانشجو که ده ها هزار نفر از مردم و دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور در 12 دانشگاه در سراسر کشور به خیابان ها آمدند. از تحصیل محروم، زندانی و شکنجه شدند و حتی با جان خود هزینه پاسداری از سنگر آزادی را به جان خریدند، زیرا وطن برایشان وطن نبوده. بر اساس گزارش هرنا، در خیزش انقلابی اخیر نیز 649 دانشجو بخشی از 18452 نفری‌اند که دستگیر شدند. جامعه ایران جامعه جوان است که از جمعیت 84 میلیونی آن 42 میلیون را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. از این تعداد که در ایران نیمه فرودست به حساب می‌آیند و آزادی‌ها و حقوق کمرنگ رژیم سابق را نیز از دست دادند، تنها 14% قبل از انقلاب و 86% بعد از انقلاب به دنیا آمدند و نسل هزاره و نسل و در واقع نسل آلفا را که در قرن 21 به دنیا آمده اند تشکیل می دهند. مشارکت اختصاصی بر اساس آمارهای سازمان برنامه در سال 1400 برای زنان 13.3% و برای مردان 68.7%، یعنی 5 برابر زنان بوده. در حالی که نرخ بیکاری زنان 16% و برای مردان 7.9% است، یعنی زنان 2 برابر مردان بار کلان بیکاری و مصائب آن را بر دوش می‌کشند. یکی دیگر از شکاف‌ها و پارادوکس‌های عظیم در زمینه مشارکت اقتصادی زنان است که 13.3% را شامل می شود و نرخ حضور زنان دانشجو که 60% است، یعنی شکاف قریب 46.7% که به عبارت دیگر اساساً زنان دانشجو هم آینده مطمئن و تشویق کننده در چشم‌انداز حرفه‌ای خود ندارند. واقعیت آن است که تضادها و شکافهای اقتصادی، سیاسی، جنسی و جنسیتی، قومی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی در خلال 43 سال گذشته بهبود نیافته و آن را به نقطه تلاقی و بدون بازگشت این بحرانها و تضادها رسانده است. خیزش انقلابی ساختارشکن کنونی در ایران می تواند به گونه رنسانس اجتماعی و فرهنگی تعبیر شود. حضور زنان و فریادهای آنان برای تغییر، برای آزادی، برابری و هزاران برای دیگر که در شعارهای زن زندگی آزادی به چشم می آید، حکایت از آن دارد که جنبش دانشجویی و بلوغ فکری زنان و مردان دانشجو را باید باور کنیم و به خرد و هوشیاری جمعی آنان اعتماد داشته باشیم تا وطن را از آن خود سازند و این مهم تنها با حضور پرتوان آنان در مهد ایران ممکن می شود. جنبش دانشجویی در موج اعتراضات اخیر نه تنها علیه اقتدارگرایی، قوانین واپسگرایانه، سیاست‌های مهندسی جنسیتی، تبعیض‌های جنسیتی و صاحبان قدرت قد برافراشته‌اند، بلکه در بلندای تاریخ میراثی را که قدرت مرد سالانه در فضای خصوصی و عمومی به آنها تحمیل کرده به چالش کشیدند. که اگر صاحبان قدرت در دهه اردیبهشت 1388 در بررسی تحت عنوان مشکلات دانشجویان می‌کوشیدند و نادیده نمی‌گرفتند، شاید امروز شاهد این حجم از اعتراضات نبودیم. ممنون از فرصتی که من دادیم. باز هم عذرخواهی میکنم به خاطر شرایطی که دوش بودم. متشکرم از اینکه گوش کردیم. من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم خانم قزلباش. متشکرم از شما بابت سخنرانی بسیار خوب و جامع و کاملتون. در رابطه با دانشجویان واقعا میشه گفت که توی هر جنبشی، توی هر خیزشی، توی هر انقلابی واقعا نقش دانشجویان جز پررنگ‌ترین نقش هاست. یعنی همیشه دانشجویان توی خط مقدم بودن و هیچ انقلابی بدون حضور پررنگ دانشجویان اصلا به ثمر نمیشینه، که اگه به ثمر هم بشینه واقعا اون انقلاب ارزشی نداره، چون قشر عظیمی از روشنفکران جامعهمون رو همین دانشجویان تشکیل میدن و متاسفانه ارزشی که اصلا
جمهوری اسلامی برای دانشجوان میبینیم که اصلا تو این چند ساله قائل نبوده و همیشه سعی کرده این بخش از جامعه رو توی یک خفقانی نگه داره. محیط دانشگاه رو میبینیم که همیشه امنیتی، جبهش رو همیشه امنیتی نگه میداره، همیشه توی دانشگاه میبینیم دو دستگی وجود داره، فقط و فقط به خاطر اینکه بتونه این بخش از جامعه رو کنترل کنه و به کنترل خودش در بیاره تا وقتی همچین خیزشی در واقع به وقوع میپیونده دانشجوان نتونن باشون همراهی بکنن. متاسفانه توی چند ماه اخیر دیدیم که توی دانشگاه شریف چه اتفاقاتی افتاد، چه بلایی سر دانشجوان آوردن. سعی کردن دانشجوها رو ساکت کنن ولی کن خب موفق نشدن و میبینیم که الان هم دانشجوان هم بقیه مردم هم بقیه جوان ها توی خیابون ها هستن. از دوستان عزیز، همکاران گرامی، اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که در این بخش ما رو همراهی بکنید. خب سپاس از همه دوستان، سپاس از شما خانم قزلباش. به سراغ بخش بعدیمون بریم. بخش بعدی ما بحث آزاد امروزمون هست در واقع، که موضوعش هست حق دموکراسی، ائتلاف احزاب و فعالین مدنی و حقوق بشری. خب همکاران گرامی، من در ابتدای مقدمه‌ای عرض می‌کنم خدمتون در رابطه با دموکراسی و بعد بحث رو با شما همکاران عزیز در این رابطه دنبال می‌کنم. دموکراسی به مجموعی از اصول و روش‌هایی گفته میشه که نه تنها از آزادی انسان‌ها دفاع می‌کنه، بلکه در نهادینه شدن آزادی توی یک جامعه هم تأثیر بسزایی داره. توی جوامعی که دموکراسی حکمفرماست، ضمن اینکه خواست اکثریت مردم توی اون جامعه پیش میره، حقوق تمامی افراد و گروه‌های مختلف دیگه هم توی جامعه، هم از اقوام دیگر، ادیان دیگر و احزاب دیگر رعایت میشه و در واقع میتونیم بگیم که یکی از اهداف اصلی از برقراری دموکراسی دفاع از حقوق اولیه‌ایه، همچون آزادی بیان، آزادی دین و عقیده، آزادی‌های فرهنگی و قومیتی و دفاع از تمام آنچه که توی اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده است. اما حکومت‌هایی که به واسطه اکثریت رأی مردم انتخاب میشن، طبق قوانین و بین‌المللی حکومت‌هایی هستن مبتنی بر دموکراسی، چرا که این مردم هستن که بر قانون‌گذاران و دولت‌ها توی کشور حکومت میکنن و نه حکومت بر مردم. اما مردم یک کشور برای اینکه بتونن اهداف و نظراتشون رو توی تمامی زمینه‌ها توی جامعهشون پیش ببرن، نیاز به احزاب و گروه‌های مختلفی با تنوع‌های فکری، نگرش‌های اجتماعی و سیاسی دارند و همین جاست که احزاب گوناگون با تمام اختلاف نظرهایی که در بینشون وجود داره، با رعایت ارزش‌هایی مثل صبر و همکاری برای محافظت و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی آحاد جامعه، با حفظ نظر و روش خودشون به یکدیگه کمک میکنن تا بتونن دولتی بر مبنای دموکراسی رو توی کشور برقرار کنن. عموما و همیشه بین تمامی احزاب و فعالین مختلف توی جامعه رقابت وجود داشته، رقابتی که شاید بتونیم بگیم که با وجود کشمکش‌های بسیاری که ممکنه توی این بین اتفاق بیفته، اما در نهایت به آزادی توی اون کشور ختم میشه. اما این اختلاف نظر بین احزاب و فعالین یک امر کاملا طبیعی به شما میاد، چرا که وجود نظرهای مختلف راه رو برای صحبت کردن، انتقاد کردن و گوش کردن باز میکنه و با رعایت همین چند مورد در انتها احزاب میتونن به دستاوردهای بزرگی در جهت منافع کل کشور برسن. اما وقتی که احزاب توی کشور گوشی برای شنیدن یک دیگه و راهی برای گفتمان با یکدیگر باز نذارن و به نوعی به هم دیگه به چشم یک دشمن نگاه بکنن، اون موقع است که این درگیری‌های بیهوده بین احزاب باعث به وجود اومدن دیکتاتوری توی جامعه میشه و
و نه دموکراسی. چیزی که من الان در مورد احزاب و گروه‌های مختلف خدمتون عرض کردم، خب همگیمون سالیان سال توی جامعه خودمون، حالا چه توی ایران و چه خارج از ایران، تجربه کردیم. از زمان روی کار اومدن جمهوری اسلامی ایران و آشکار شدن چهره واقعی این حکومت دیکتاتوری، احزاب نتونستن به یک همبستگی و تاثیرگذاری در امور قانونی و اجرایی کشور برسن و این اختلافا و منفعل بودن و سکوت کردن باعث شده که مردم نسبت به احزاب و تشکل‌های سیاسی توی کشور بدبین بشن و احزاب هم یه جورای جایگاه خودشون رو بین مردم از دست بدن. و متاسفانه این مسئله نه تنها باعث ناآگاهی مردم شده، بلکه به بقای جمهوری اسلامی ایران هم کمک بزرگی کرد. اما توی این اعتراضات اخیر مردم و توی این خیزش انقلابی کمی اوضاع در اتحاد بین احزاب و تشکل‌های سیاسی فرق کرده. بعد از گذشت ماه‌ها از خیزش انقلابی مردم و بعد از گذر کردن احزاب از یک سری اختلافات، چند تا حزب دیدیم که به رهبری آقای پهلوی تونستن که به یک ائتلافی برسن. اما تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی با وجود دعوت به همبستگی از اونا و همینطور با وجود اهداف مشترک که در واقع میشه گفت مهمترینش گذر کردن از جمهوری اسلامی ایرانه، حاضر به اعلام همبستگی نشدن. اما سوالی که اینجا پیش میاد و میخوام که شما دوستان عزیز هم در این باره نظر بدید و نظرتون در این رابطه با ما به اشتراک بذارید اینه که به نظر شما دلیل متحد نشدن بعضی از احزاب حتی توی این زمان حساس و با وجود اهداف مشترک رو چه چیزی میبینید و فکر میکنید چه چیزی میتونه باشه و اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران از اتحاد بین احزاب میترسه؟ دلیلش واقعا چی میتونه باشه؟ از دوستان عزیز که تمایل دارن در بحث آزاد ما شرکت کنن و در رابطه با این سوالایی که من عرض کردم خدمتون نظرشون رو با ما به اشتراک بذارن، خوشحال میشن که با یک علامت دست بنده راهنمایی بکنن. جناب آقای احمدی خواه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. وقتی همگی مجددا بخیر. ببینید موضوع خوبی مطرح کردید. ببینید گفتگو اول از همه خیلی مهمه، یعنی فرصت گفتن به هر کسی دادن به نظر من باعث میشه 70-80% مشکلات حل شه، چون که آدم ها دوست دارن شنیده بشن. خیلی آدم ها تمایل دارن در یک موضوعی شنیده بشن نظرشون، حتی اگه نظرشون اعمال نشه، و یک امیدی رو در فرد ایجاد میده که سخن من شنیده شد. حالا این که دوستانی که در مخالفت با جمهوری اسلامی به این گفتمان نمیرسن که با هم بشینن گفتمان بکنن، به نظرم یک نوع ترس دارن. اینا به نظر من خودشون تو ایدئولوژیشون مشکل دارن، نمیتونن ایدئولوژیشون رو واقعا ثابت کنن. از دید من به خاطر این وارد گفتگو نمیشن، چه این که به عنوان مثال میشه گفت کسی که ایدئولوژی جن تو مذهب خاصی هستن، هیچ وقت حاضر نیستن درباره مذهب یا ایدئولوژی صحبت کنن، به زنده خودشون نمیتونن ثابتش کنن ایده خودشونو. و اینی که ما نیاییم خوب صحبت کنیم، خوب فرصتی میدیم بازه یه دیکتاتوری که حاکمه و این امیدو ایجاد نمی کنیم که آقا من هم حرفم شنیده میشه، من هم درصدی از خواسته ها میزنم. قاعدتا آدم وقتی در این جمعیه نمیتونه به حد اکثر خواسته هاش برسه، چون که بقیه همپوشانی داره خواسته های شما یک جایی متضاد. قاعدتا من به حتی اکثر ممکن برسیم، نه به ایدئالمون. این یک حالا فرصت تلخیه که جمهوری اسلامی داره که دوستان نمیان حرفاشون رو بزنن و یک حتی اکثر ممکن رو به دست بده، نه ایدئال. اگر یک نفر یک ایدئالی داره، حتی اگر هم از ایده خودش درسته، نمیتونم من تحمیلش بکنم یا من فردی تحمیلش کنم به کسی که آقا این ایدئال حتما باید اجرا بشه. و این تمرین گفتگو به نظرم باید هی تکرار بشه تا ما اصلا با خودمون نهادینه بشه که حرف بقیه رو بشنویم، حتی فکر کنیم فردا جمهوری اسلامی نبود. و این باید در بین ماها باشه که ما حرف دیگری رو بشنویم که دوباره جمهوری اسلامی دیگری پدید نیاد. فقط صرف رفتن جمهوری اسلامی اهمیت نداره، این نباید تکرار بشه. متشکرم، ممنون از وقتی که در اختیار.
مرسی آقای احمدی خواه، به نکته خوبی اشاره کردید. بحث شنیده شدن، واقعا وقتی یک نفر، حالا یک حزب رو نمیگه، حالا حزب که جای خودش، ولی وقتی یک نفر توی یک جمعی میاد صحبت میکنه، نظرش شنیده میشه، اهمیت داده میشه به نظرش، تشویق میشه که فعالیت بیشتری بکنه. الان توی همین جمعی که خودمون هستیم، توی همین کانون دفاع از حقوق بشر ایران که همیشه میگیم که داریم تمرین دموکراسی میکنیم دیگه، فرض بکنیم که اصلا حرف کسی شنیده نمیشد، یعنی هر کس میومد هر نظری میگفت اصلا بهش اهمیت داده نمیشد، قطعا اون شخص کمکار میشد، فاصله پیدا میکرد از جمع و دیگه اصلا نمیومد فعالیت بکنه. ولی میبینیم که الان توی کانون، همین کانونی که خودمون هستیم، هر اتفاقی که بخواد بیفته به رأی گذاشته میشه و با اکثریت آرا تصویب میشه که انجام بشه یا نشه. همین کاری که الان هفته دیگه هم میخوایم انجام بدیم، یعنی میخوان هیئت رئیسه تصمیم گرفته انجام بده و حالا یک نظری رو توی مجمع مطرح میکنم و از همه اعضا دعوت میشه که توی اون نظرسنجی شرکت کنن. اینجاست که در واقع شنیده میشیم و همین شنیده شدنه باعث میشه که ما تشویق بشیم که بتونیم فعالیت بکنیم. متاسفانه حالا توی این حداقل توی این سالیان اخیر چندین بار ما شاهد اعتراضات بودیم دیگه، کم نبوده، 88 بوده، 96 بوده، 400 بوده، 401 بوده، هی فواصلش کمتر کمتر شده، حالا قبلش که 70 بوده، 78 بوده، ولی کن چیزی که ما توی حداقل توی این 10 20 سال گذشته دیدیم، حالا سنمون در واقع بوده دیگه، توی این سن و سالی بودیم که دیدیم به عینه، این بوده که احزاب خیلی با هم همبستگی نداشتن، جامعه جهانی خیلی همبستگی با هم نداشت در رابطه با اعتراضاتی که اتفاق میافتاد توی ایران، ولی این بار یه تفاوتی کرده نسبت به قبل و این تفاوت خیلی مهمه، خیلی مهمه. برای همینه که الان احزاب، حالا 100% احزاب نه، ولی خیلی هاشون به یک همبستگی رسیدن، تصمیم گرفتن مهمترین هدفشون که در واقع میشه گفت گذر از جمهوری اسلامی ایرانه بهش برسن، یعنی اختلاف نظرهاشون رو کنار بذارن. قطعا اختلاف نظری همیشه هست، وجود داره و خواهد، ولی تصمیم گرفتن این اختلاف نظره رو فعلا کنار بذارن و به بزرگترین هدفشون که در واقع گذر از جمهوری اسلامی ایران بپردازن و در کنار اون حالا برای فردای ایرانی آزاد تصمیم بگیرن، حالا که چه نوع حکومتی، چه نوع سیستمی باید توی کشور باشه تا دموکراسی برای همه مردم باشه، نه فقط برای یه قشر خاصی. من صحبتم رو کوتاه میکنم. آقای شایگان عزیز، دستشون خیلی وقت بالاست، بفرمایید آقای شایگان. درود عرض ادب خدمت همه همکاران گرامی و خسته نباشید به شما آقای ناصری عزیز. در مورد بحث آزاد، ببینید من دیدگاه خودم البته میخوام عرض کنم، ما داریم در مورد احزاب، نهادها و افرادی صحبت میکنیم که به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی هستن، مثل سایر شهروندان. اینجا دو تا بحث پیش میاد: آیا پیشینه این احزاب یا نهادها یا افراد مهم هست یا فعالیت امروز و برنامه های آینده شون؟ اگر پیشینه شون مهمه، ما مشخصا در مورد دو تا حزب میخوایم صحبت کنیم که مخالفت دارن میکنن. همون هم میدونیم که این دو تا حزب کدوم احزاب هستن که مدام مخالفت میکنن. خب یکی از این احزاب هست که ده ها ساله که داره فعالیت میکنه، اما رهبرش هرگز عوض نشده، هیچ وقت انتخاباتی توش صورت نگرفته و همه بر پایه یک ایدئولوژی مشخصی پیش میرن. حالا سوال اینجاست که آیا این حزب اگر به قدرت برسه دموکراسی رو برای ایران میتونه به ارمغان بیاره، وقتی خودش نتونست اون حزب رو به اون کوچیکی رو به سام برسونه؟ حزب بعدی که اتفاقا اون هم دموکراتیک بودن رو یدک میکشه و ده ها سال سابقه داره، اما هرگز توی این 70 و چند سال سابقه خودش، من شخصا بعد از این که پیگیری کردم
و دردش تحقیق کردم ندیدن که حتی یک بار یک خانوم عضو حزب رهبری باشه یا رهبر بشه یا جزء کادرشون باشه. یعنی به خانوم ها هیچ بهایی داده نشده تو این حزب. اسم دموکراتیک هم روشه. آیا این حزب میتونه فردا دموکراسی رو برای ایران به ارمغان بیاره؟ پس اگر پیشینه مهمه، که پیشینه این افراد هم مهمه، این احزاب هم مهمه، اگر حال الانشون آیندهشون مهمه، که نباید بیایم بگیم شخص ایکس چون پدرش فلانکار رو کرده پس خودش هم بهمانکار رو خواهد کرد. نه، ما باید بیایم بگیم که امروز چه برنامه‌ای واسه آینده داریم. ما باید اینو ازشون بخوایم، نه اینکه گذشته چه بودین و چه کردین و به قول معروف چه مسائلی رو پشت سر گذاشتین. در هر صورت فکر می‌کنم که این اختلاف نظرها باید باشه توی مباحث سیاسی، ولی خب اینکه چطوری حل بشه مهمه. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشتید. مرسی از شما آقای شایگان. ببین بحث اختلاف نظر بله 100% باید باشه دیگه. همین الان تو همین احزابی که توی همین کشور آلمانی که خودمون هستیم داریم می‌بینیم دیگه، چقدر اعضا با همدیگه اختلاف نظر دارن، توی جلساتشون چقدر همدیگر رو شاید بکوبن، نمیدونم همه کاری میکنن، ولی کن آخرش میرسن به اون دموکراسی که واقعا براش جنگیدن، یعنی قبلش برای جنگیده شده و به ثمر رسیده. اختلاف نظر پس 100% باید باشه تا بتونیم همدیگر رو نقد بکنیم که بتونیم همدیگر هم اصلاح بکنیم. ولی بحث پیشینه که فرمودید، من موافقم با این بحث. خودم به شخصه به نظر من پیشینه مهمه که چی باشه، چون در واقع میشه گفت سالیان ساله که ما دیدیم شنیدیم و رفتارشون رو بررسی کردیم، و اگر که الان بیان یه تغییر موضع بدن و بیان بگن که نه ما رفتار گذشتمون رو کنار گذاشتیم، از الان به بعد تصمیم گرفتیم یک کشور کاملا دموکرات داشته باشیم بر اساس دموکراسی و اصلا کاری به پیشینمون نداریم، من به شخصه نمیتونم به همچین حزب یا به همچین شخصی، حالا هر کسی که باشه، اطمینان بکنم، چون در اصل میشم خوده کردن و داره یه جورایی سر مردم داره کلا میذاره. همون عذابی که شما فرمودید، به قول شما این همه ساله دارن، این همه بودجه داشتن، این همه فعالیت هم کردن توی اروپا، دستشون هم باز بوده، از همه جام ساپورت شده، ولی چیزی که ما دیدیم خیلی فرقی با، یعنی همون حزب چند صد نفریشون، همون اعضای چند صد نفریشون خیلی فرقی با جمهوری اسلامی نداشته. به شخص نظر شخصی منه، یعنی همیشه یکی دو نفر بودن که اون بالا بودن سالیان سال، هنوز هم هستن، همون کسایی هم که توی همون انقلاب 57 هم دست داشتن، همون اتفاقات رو رقم زدن، الان هم هر سال دارن 22 بهمن رو جشن میگیرن برای که معتقدن انقلاب اونا بوده که حالا دزدیده شده ازشون، ولی که خب سابقه شون هممون داریم میبینیم. و من به شخص خودم نمیتونم به این جور احزاب و این جور اشخاص اطمینان بکنم. یه بحث دیگه هم هست، حالا صحبت بقیه دوستان رو میشنویم، حالا بعد من ادامه میدم اونو. سرکا خانم بیرجندی بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون آقای ناصری عزیز، خسته نباشید. میگم خدمت همه همکاران، ممنون که فرصت رو به من دادین. منم تقریبا نظرم با نظر آقای شایگان برابر هست، اما فقط نکته هایی که من میخوام توی این بخش صحبتم عرض کنم خدمتون، صحبت سر اینه که دعوت از احزاب شده در این ائتلافی که الان صورت گرفته، دعوت از همه احزاب شده. خب نکته مهم اینه که این احزاب حالا نمی پیوندن به این ائتلاف، چراش رو حالا دلایلی که یکیش ممکنه اما پیشینه این افرادی باشه که در این ائتلاف هستند رو در نظر بگیرن. اما کار بدتری که من به شخصی نظر من هست، کار بدتری که دارن انجام میدن، شروع کردن، فرق هم نمیکنه که کدوم احزاب و از احزابی هست که حتی شناخته شده هم هستن، شروع کردن به تخریب کردن افرادی که در این ائتلاف هستن. یعنی منظور من اینه که نه میپیوندن و نه کمکی به این قضیه میکنن، بلکه برعکس دارن تخریب میکنن. اگه یه حرکتی هم داره صورت میگیره،
با این کار من فکر می‌کنم دارم مانع‌های بزرگتری رو باز ایجاد می‌کنم. بعد موضوع دیگه اینه که خب این دعوت از اعصاب صورت گرفته. این سوال برای شخص خود من هست که آیا در واقع فقط این به صورت گفته صورت که گفته شدن بوده، در پشت پرده اگه بخوایم در نظر بگیریم ارتباطی بین این گروه که الان تو ائتلاف هستن با احزاب صورت گرفته و وارد نشدن به این ائتلاف، جلوشون گرفته شده، یا که نه خود اونها مشارکت نکردن، اینو نمیدونم. و فقط همه چیزی که میتونم بهش بکنم اینه که اگر که یک حزبی در واقع درخواست داده باشه که بخواد به این ائتلاف بپیونده و جلوش گرفته شده باشه، حتما به هر حال از هر طریقی شده رسانه ایش خواهد کرد. نظرم تا اینجا این هست که حالا بعدها اگر اتفاق پیش بیاد حتما خبردار خواهیم شد. فکر میکنم همچین اتفاقی نیفتاده. اما یه مسئله مهم دیگر باز برای این ائتلاف من مد نظر خودم هست، اینی که به خاطر برطرف شدن سوء تفاهم یا حتی حرفایی که الان گفته میشه، به هر حال همه ما به نوعی از هر جایی میشنویم اینو، بهتر بود که به نظر من این ائتلافی که الان صورت گرفته یک نوشته، یه چیزی منشور مانندی، یه دست نوشته در واقع ارائه بدن که بدونن مردم دارن برای کسایی که تو این ائتلاف هستن میخوان چیکار کنن، برنامه هاشون رو بگن و مردم رو هم در جریان بذارن، همچنان احزاب دیگه. شاید این باعث بشه که در واقع اون نظرها برگرده و اون اتحاد صورت بگیره. من ایراد کار رو در واقع اینجا به این نکته میگیرم که چیز کاملا مشخصی ارائه نشده. و آخرین صحبت هم باز ایراد بعدی که دارم میگیرم اینه که ما میخوایم تلاش کنیم که در واقع به اون استقلالی که میخوایم کشورمون داشته باشه برسیم. یعنی اگه این ائتلاف هم داره صورت میگیره و داره پیش میره، در نهایت نباید منجر به این بشه که ما همچنان وابسته به کشورهای اروپایی و آمریکایی باشیم. یک سری مسائلی داره صورت میگیره که زیاد از نظر من به شخص خوشایند نیست. اونم درسته که قراره یک به قول معروف صحبت‌هایی بشه که حالا کشورهای اروپایی و آمریکایی با ایران مماشات نداشته باشن، اما اگه قرار باشه باز ما تصمیم گیرنده برامون کشورهای اروپایی و آمریکایی باشن یا تو تغییراتی که می‌خوایم انجام بدیم دخالتی داشته باشن، من این راه رو در واقع باز هم به بیراهه میدونم. مرسی، ممنون که این تایم رو به من دادید. سپاسگزارم خانم بیرجندی. یه نکته فقط من حالا نظر شخصی منه، در واقع منم موافق در واقع دخالت هیچ کشوری توی امور هیچ کشور دیگه نیستم و معتقدم باید 100% امور هر کشوری به دست مردم همون کشور باشه. ولی کن الان توی وضعیتی که الان داریم میبینیم، من به شخص خودم فکر میکنم بدون شاید کمک، حالا کمک منظورم کمک مالی یا تحصیلاتی یا اینجور چیزا نیست، کمک فکری، کمک چه میدونم فشار بیارم به جمهوری اسلامی یا کارهای دیگه انجام بدم، بدون اینجور کمک ها شاید به نتیجه نرسه این حالا خیزش که اتفاق افتاده. یه جورایی به نظر من مردمون الان احتیاج دارن به کمک‌های خارجی که دولت‌ها فشار بیارن به سفارتخونه‌ها، فشار بیارن. الان دیدیم که آلمان 2 تا دیپلمات ایرانی رو اخراج کرد، توی کنفرانس مونیخ دعوت نشد و دیدیم همین دعوت نشدن به کنفرانس مونیخ واقعا چه بلایی سر جمهوری اسلامی ایران بود. واقعا توی تمام شبکه‌های شما جمهوری اسلامی نگاه می‌کردید، معلوم بود واقعا خیلی بهشون فشار اومده این مسئله که اونا دعوت نشدن، ولی که مثلا شاهزاده دعوت شده اومده اونجا صحبت کرده و و بقیه مسائل. این فشارا به نظر من تأثیر میذاره، نه که بی تأثیره، ولی که خب بعد از گذر از جمهوری اسلامی به نظر من 100% کنترل و اداره یک کشور باید و باید به دست مردم همون کشور باشه. جناب آقای احمدی خواه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. متشکرم. ببینید وقتی یه گفتگو شکل نمیگیره، در نتیجه پرسش پاسخ هم شکل نمیگیره.
یکی از دلایلی که دوستان شرکت نمیکنن تو گفتگو یا وارد نمیشن تو مذاکراتی که حالا بین خودشونه اینه که خب در مقابل پرسش میشه. همین دوستمون که الان میگن که گذشته باید دیده بشه یا آینده، خب قاعدتا وقتی بیان صحبت بکنن این پرسش میشه و شاید اینا نمیخوان جوابشو بدن که آقا ما گذشتمون این بوده، ما دیکتاتور بودیم و میخوایم دیکتاتوری اجرا کنیم، باید روک پاسخ بدن دیگه، یه مناظره میشه تقریبا. این یک نکته خیلی بدیه که نشون دهنده خب یه آلارم بدیه از دوستان میاد وقتی وارد گفتگو نمیشن، از این دید میشه نگاه کرد. از این دیگه اینی که خب به قول شما دولت‌های دیگه کمک نگیری نمیشه. اول اینکه دولت‌های دیگه مجانی این کار انجام نمیدن، 100% ده ها برابر از اون کمکی که میکنن انتظار دارن و ما چطور میتونیم قبل از اینکه رسمیت پیدا کنیم، قبل از اینکه کل ایران به ما، یعنی کل یعنی اکثریت ایران به ما این اجازه رو بدن، ما بریم قول بدیم. این خیلی مهمه. من الان میرم مثلا با رئیس جمهور فرانسه صحبت میکنم، ببخشید مجانی نیست، 100% اون منافع دولت فرانسه بتامین بشه. چطور منی که هنوز رسمیت ندارم و مشروعیت ندارم میتونم برم امتیاز بدم؟ این خودش نقض آزادی بقیه است، نقض آینده ای ایرانه و این خیلی بده که حالا چون که من میدونم این راهشه، سرخود میرم صحبت میکنم کی مجوز به اون فرد داده که میتونه بره مثلا تو پارلمان اروپا صحبت کنه ایران تحریم بشه. خب در مقابل بچه امتیازی بدی، این بعد شفاف بشه. مگه علکی علکی میان کسی به کسی حمایت میکنن؟ من که تو زندگیم ندیدم حمایت علکی بشه. حالا اگه دوستان دیدن به ما هم بگن که کجا یک فردی در سطح اول یک کشور اروپایی آمریکایی میاد یک حمایتی میکنه و ما به ازای رو طلب نمیکنه. و حالا صرف نظر کسی ما به ازا چی هست، کی بهش مشروعیت داده که میتونه این امتیازو بده؟ متشکرم میشم که حالا دوستان اگه تجربه دارن با ما هم در جریان بذارم، ما هم سعی میکنم تو تجربه میتونیش. متشکرم. سپاسگزارم آقای احمدی خواه. بحث این که هیچ کشوری بدون اینکه منفعتی براش داشته باشه کاری انجام نمیده درسته، من اینو قبول دارم خودم، ولی که باید ببینیم منافع چیه. منافع یعنی این که مثلا بیاین قرارداد چه میدونم 10 ساله ببندیم با فرانسه، بگیم آقا شما تا 10 سال بیاید نمیدونم نفت استخراج کنید و اینقدرش این درصدش مال شما. خب آره اگه همچی چیزی باشه که اصلا سر تا پا ایراده، ولی یه سری منافع هستن که کمک میکنه به دولت ها، یعنی اصلا این بدو بسرونه باید باشه، یعنی یه چیز نرماله توی همه جوامع دنیا داره اتفاق میفته، یعنی این نیست که چون ایرانه داره این اتفاق میفته. یعنی همین بدو بسرونه بین اروپا و آمریکا، بین نمیدونم اروپا و آفریقا، بین نمیدونم این کشور و اون کشور، اینا داره اتفاق میفته و چیز بدی هم نیست، یعنی بدون این اصلا امکان نداره. یعنی ما باید همیشه یه چیزی برای ارائه دادن داشته باشیم تا بتونیم یه چیزی هم طلب بکنیم. یه جورای معامله است دیگه، معامله برد برد حالا میشه گفت در واقع، و به نظر من چیز بدی نیست. ولی که اگر یک نفر بخواد بیاد بدون اینکه مشروعیت داشته باشه بخواد قولی بده که اصلا این نه پایه قانونی داره، نه اصلا میشه اصلا در موردش صحبت کرد، ولی به نظر اصلا ارزش صحبت کردن در موردش داره، چون اصلا اون شخص به جای اصلا قانونی نداره، اصلا نمیتونه همچی کاری بکنه. ولی تو فردای آزادی چرا؟ وقتی یک کشور، یک دولتی بر پایه دموکراسی توی کشور ایران حالا حاکم باشه، قطعا میتونه با همه دنیا معامله داشته باشه، یه سری چیزایی که داره رو بده و در قبالش سری چیزای دیگر رو به دست بیاره. به نظر من کاملا این مسئله نرماله. آقای لطفی عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. بله ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. مهمترین چیزی که کشورهای اروپایی غربی به دست میارن با از رفتن جمهوری اسلامی و به نفعشون هست، اگر بفهمن و بخوان که بفهمن، اینکه دستیابی که ما شنیدیم دیگه تا چه سطحی اینا اورانیوم استخراج کردن و اینها میدونن این دول این رژیم رژیمیه که اگر دسترسی به سلاح اتمی پیدا کند دنیا رو به فنا میده و اینها کمترین چیزی که میتونن
لااقلش به دست بیارن اینی که این رژیم به دسترسی به این پیدا نکنه و امنیت دنیا رو به خطر نندازه. امنیت، حالا درسته که اینها از ناامن بودن سوء استفاده میکنن و براشون سود داره، مثل قضیه اوکراین و روسیه که چه اتفاقی داره میفته اونجا، وارد بحث اون مجموع نمیشیم، ولی مهمترین چیزی که اینها به دست میارن و حاضر شدن براش بحث امنیتی مونیخ، حالا شاهزاده رو دعوت کنه، بحث اینکه داره شاهزاده میره تو به عنوان یک لیدر ایشون رو پذیرفتن و دارن باهاش بحث میکنن و ایشون به عنوان یک لیدر حالا وکالت گرفته شده از جامعه، حالا بخشی از جامعه نه همه، داره میره و مطمئنن ایشون نمیخوام بگیم باج نمیده، ولی شاید در حد مهمترین چیزی هم که خودشون گفته اینه که سطح امنیت دنیا با رفتن اینها بهبود پیدا میکنه. شما خاورمیانه میتونه به اون صلح و آرامش برسه دیگه، آمریکا نخواد این همه هزینه کنه، این همه سربازاشو از بین بره توی خاورمیانه به خاطر اینکه آرامش داشته باشه. البته میگم همه اینو بخش اقتصادی شما اصلا در نظر فعلا نمیگیرید. این یه موضوع. موضوع دوم میگن مش نمونه خرواره، از این بابت که شما یه جلسه یه ائتلاف 8 نفره ای شکل گرفت روز 21 بهمن، تو این 8 نفر 2 نفرشون، حالا ما 4 نفرشون کنفرانس بودن، ما کاری به خانم گلشیفته و آقای کریمی نداریم، مثلا اینا تکلیفشون مشخص، خودشون هم گفتن ما دنبال هیچ چیزی نیستیم، فقط بحث اینه که چون طرفدار داریم ما میخوایم از این طرفدارمون طرفدارانمون برای انقلاب استفاده کنیم. اما آقای مهتدی و خانم ستوده اگر اشتباه نکنم یه مقدار قضیهشون متفاوت تره، مخصوصا آقای مهتدی. آقای مهتدی در میاد چی میگه؟ فردای اون روز در میاد تمام حرفایی که اونجا گفت و زد زیرش. خب این نشون میده چی؟ این نشون میده افرادی مانده این آقای شایگان فهمودن پیشینه این آدم مشخصه. رئیس اینها برگشتن گفتن که من توی پیام اینستاگرامی پیامی گذاشتم، یه جلسه سخنرانی بود، اسمش رو متاسفانه پیدا نمی‌کنم، گشتم قبل از صحبت متاسفانه خاک شده. ایشون برگشت بود گفته بود که کردستان تنها جایی بود که از اسلحه استفاده شده برای سرکوب. من زیرش نوشتم چطور میگید کردستان؟ مگه سیستان و بلوچستان نبود؟ مگه این همه خون توی سیستان ریخته نشد؟ توی یک روز فقط بالای 80 نزدیک 100 نفر انسان اونجا از بین رفتن با سلاح جنگی. چطور میگید شما فقط در کردستان؟ چرا فقط، چرا وارد نمیشید؟ چرا دایره خودتون رو به سینه میزنید؟ که حالا بماند چه جوابهایی شنیدم، چه اتفاقاتی افتاد. واقعیت اینه که تمایلی به شنیدن حرف اگر باشه، اگر گوش شنوایی باشه، حرفهایی که زده میشه شنیده میشه. از همین جمع اختلاف 8 نفره 2 نفرشون، شما یک نفرشون آقای اسماعیلیون، من کار بهش میدم، من برای خودشون پیام گذاشتم، آقای اسماعیلیون با خبرنگار اسرائیل مصاحبه نمیکنه. چرا؟ به چه دلیل؟ که چی؟ تو اگه دایره حقوق بشر داری، تو اگه ادعا داری، اصلا خودشون خدا رو شکر دنیا امروز دنیا ارتباطات به 3 شماره تمام تکلیف آدم ها مشخص میشه، یعنی اتفاقاتی که برای آدم ها خواهد هم افتاد قابل پیشبینیه. خب اینا همه نشون میده که تنها فرد سالم تو مجموعه، من طرفدار نه پادشاهی هم نه کاری به هیچی، فقط یه چیزی میگم، آقای پهلوی، حالا من اسم شاهزاده رو بعضی موقع استفاده نمی کنم به خاطر اینکه کسی، یه سری آدم ها انرژی دارن نسبت به بحث شاهزاده، میگم آقای پهلوی به عنوان یک انسانی، که یک ایرانی که توانایی داره که میتونه کمک کنه، این توانایی این آدمه، حالا پشتوانش که حالا بماند، از اونجا که سفیده و دنیا این رو فهمیده و مردم ایران این رو میدونن نسبت به باقی آدم هایی که فقط دایعه این بحث رو دارن، دنیا میاد باهاش میشینه و صحبت میکنه. ایشون خودش رو تنزل داد، اومد نشست با آدم ها جلسه گذاشت و آدم هایی که نشستن پای میز با ایشون و صحبت کنن، به نوعی یکی یکی دارن خودشون رو نشون میدن که چه در چنته دارن. و متاسفانه اگر قرار باشه ائتلافی صورت بگیره که حالا صحبتش از صورت گرفته، حالا کارش نداریم در واقعیت چه چیزهایی هست،
ائتلاف درستی نتیجه درستی نمیدهد اگر این شخص کوتاه نیاد، یعنی این شخص در مورد خواسته های ملت کوتاه نیاد. اگه ایشون سوالی بود که دیروزم ازشون تو شبکه مراتب پرسید که شما نسبت به این بحث تمامیت ارضی کشور کوتاه اومدید، گفت نه من کوتاه نیومدم، من سعی کردم بقیه عقاید رو هم بهشون احترام بذارم. این کوتاه آمدن از نظر ایشون نه ولی از نظر ما آره، به دلیل اینکه به این ائتلاف رسیده بشود تا یه جای ادامه پیدا کنه، از یه جا به بعد که بیاد تو خط قرمز مطمئنن این ائتلاف هم از بارم جدا میشه. من زیاد حرف زدم، ببخشید. متشکرم آقای لطفی. بحث الان آگاهی مردمه دیگه، الان نسبت به حالا 10 سال پیش 20 سال پیش یا حتی قبل‌ترش، خب میشه گفت زمین تا آسمون فرق کرده دیگه. الان هممون دسترسی به اطلاعات آزاد داریم، دسترسی به اینترنت داریم، میتونیم پیشینی هر کسی رو در موردش مطالعه کنیم و همین میشه که الان شما فرمودید، یکی یکی همه رو در موردش صحبت کردید، تحلیل کردید و نظرتون رو گفتید که حالا نسبت به کدوم شخص مثبت. و این درسته، وقتی این صحبته باشه، این تبادل نظره باشه، این مناظره باشه، هر کسی میتونه یه تصمیم درست بگیره. و دیگه واقعا اشتباهاتی که 40 سال پیش اتفاق افتاد، 50 سال پیش اتفاق افتاد، الان دیگه با این وجود نباید اتفاق بیفته. و اگر اتفاق بیفته واقعا دیگه کوتاهی از خود ماست. یعنی با وجود این همه اطلاعاتی که الان ما بهش دسترسی داریم، با وجود این همه شبکه‌های اجتماعی که داریم میبینیم، یعنی ریز و درشت هر اطلاعات شخصی یک نفر هم بخوای شما میتونی پیدا بکنی، با وجود این همه آگاهی اگر که الان بازم تصمیم اشتباهی گرفته بشه، واقعا میشه گفت کمکاری از خود ماست که این اتفاق میفته. و میتونیم با وجود این آزادی ها میتونیم یه تصمیم درست بگیریم که مشکلاتی که 40 50 سال پیش اتفاق افتاد برای کشورمون دوباره تکرار نشه. جناب آقای انصاری بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو. سپاس از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من پیرو صحبت‌های دوستانمون آقای شایگان و آقای لطفی، برمیگردیم به حق دموکراسی. دموکراسی چی هست هستن؟ دموکراسی یا مردم سالاری؟ هیچ کدوم از احزابی که الان وجود دارن به جز یک حزبی که آقای لطفی فرمودن، جرأت اینو نداشتن که برنامه یو تشکیل بدن، یه نظرهایی از مردم داشته باشن که ایراد زدایی بکنن از حزبشون، چه برسه به ائتلافی که باید داشته باشن. این ائتلاف بزرگترین ائتلافیه که میتونه ایران رو نجات بده، ولی متاسفانه ما احزابی رو داریم که نمیتونیم روشون هیچ حسابی باز بکنیم. متاسفانه جامعه ما به سمتی رفته که فقط منفعت گرایی روش تاکید شده. ولی یک حزبی ما داریم که آقای شایگان آقای لطفی فرمودن، برای ایران تنها حزبی که میتونه آسینی بالا بزنه و جامعه رو نجات بده همین حزب هست. ولی من هیچ آینده روشنی روی ائتلاف احزابی دیگه ندارم. در همین حد هستم صحبت کنم و مایک رو اون. متشکرم از شما آقای انصاری. و واقعا باید گفت متاسفانه برای اظهار تأسف برای ایران با 80 و چند میلیون نفر جمعیت، با این همه اپوزیسیونی که واقعا سالیان ساله توی کشورهای مختلف هستن، حالا بعضیشون بودجه میگیرن بعضیشون نمیگیرن، حالا کاری به اونش ندارم، ولی هستن. و بعد از این همه سال ما نمیتونیم چند تا حس پیدا بکنیم که بتونیم بهشون تکیه بکنیم، بتونیم به عنوان یه لیدر ازشون استفاده بکنیم. یعنی این ایران با این وسعت، با این عظمت، با این همه جمعیت فقط روی یک نفر میشه حساب کرد، واقعا این جای تأسف داره. در واقع میشه گفت یه جورایی کار جمهوری اسلامی هم میتونه باشه، این اختلافی که سالیان سال انداخته بین احزاب. همین الان میبینیم که
چند وقت پیش یکیشون توی شبکه نمیدونم حالا کدوم شبکه بود داشت صحبت میکرد و الان اینو میگفت، میگفت ما جز کسایی بود که حملات سایبری انجام میدادن، در خودش میگفت، میگفت ما جز کارم یکی از کارامون این بود که میومدیم با اکانت های آدم های خیلی معروف، یعنی آدم های شناخته شده با عکس خودش حالا یا با پرچمشون یا با هرچی میومدیم شرکت میکردیم و توی توییتر بودیم، توی کلاب هاوس بودیم، توی چه میدونم همه جا وبلاگ داشتن، همه جا بودن، میومدیم شرکت میکردیم و میکوبیدیم احزاب دیگر رو، فحش میدادیم، نمیدونم هم توهین میکردیم، همه کاری میکردیم برای که در واقع اون حزب رو خراب بکنه و این دو دستگی بین احزاب وجود داشته باشه و تا حدودی هم میشه که موفق هم بودن دیگه، موفق بودن که الان بعد از این همه سال ما چند تا حزب درست حسابی نداریم که بتونیم بهشون اکتفا کنیم و دنبال روشون باشیم. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم از وقتی که دوباره در اختیار من گذاشتید. اگر صحبت‌های من طولانی شد لطفاً به بگید که قطع کنم دوباره وقت بگیرم. ببینید دوستان از کجا شروع کنم؟ ما یک انقلابی رو تو سال 57 پشت سر گذاشتیم بدون اینکه در نظر بگیریم که اصلا این انقلاب به چه سمتی خواهد رفت. یعنی شما آقای ناصری فرمودید که ما اشتباه سال 57 رو تکرار نکنیم. من میخوام بگم که اشتباه رو مردم مرتکب نشدن، اشتباه رو همین افرادی که امروز هم هستن و در اون موقع روشن فکرهای اون زمان بودن و احزاب سیاسی و غیره رو تشکیل دادن مرتکب شدن. چرا؟ چون بدون در نظر گرفتن این که اصلا اقلیم جغرافیای ایران، فرهنگ اجتماعی ایران، مردم ایران به چه شکل هست، یه تعدادی افرادی بودن که اومدن اروپا و امریکا تحصیل کردن، فضای باز سیاسی و اجتماعی اروپا و امریکا رو دیدن و از اینجا الگو برداری کردن، همونو کمپلت آوردن تو ایران میخوان پیاده کنن بدون اینکه در نظر بگیرن که اصلا مردم ایران، فرهنگ جامعه ایران متفاوت از اروپاست. خب مردم ایران یک مردم، من دارم قبل از سال 57 عرض میکنم، یک مردم کاملا سنتگرا هستن. اغلب مردم ایران برای سواد نبودن که بتونن روزنامه بخونن، یک کتاب بخونن، بنابراین کجا میتونستن راحت الالقوم حرفایی رو که جویده شده رو بپذیرن پای منبرهای مساجد آخوندها. بنابراین یه جامعه ایران یک جامعه سنتگرای مذهبی بود. افراد روشنفکر اون دوره اشتباهشون در همین جا بود که مردم رو با مردم اروپا مقایسه کردن و فکر کردن میتونن. این مورد اول. مورد دوم که من پیشنهاد میکنم قطعا همه دوستان اگر ممکنه این کتاب رو حتما بخونن، کتاب سلاطین نفت رو، فکر میکنم اگر به فارسی هم ترجمه شده باشه نمیدونم، که اصلا توضیح میده به طور کامل که در ایران چه اتفاقی افتاد، در خاورمیانه چه اتفاقی افتاد که ایران به این سمت، عربستان به اون سمت کشیده شد. اینو اشتباه نگیرین عزیزان، اصلا چیزی به اسم انقلابی که احزاب صورت گرفتن، روشنفکران ترتیب دادن وجود نداشت. این یه چیز برنامه‌ریزی شده بود قبلا. امروز آقای پهلوی هم بهش ایراد وارده، من خودم شخصا بهش ایراد میگیرم. چرا؟ چون تا امروز برنامه ای ارائه نداده برای آینده، فقط گفته که من به 4 اصل پایدارم، هر کسی با این 4 اصل موافق باشد. یعنی چی این 4 اصل؟ همون 4 اصل هم باز پر از ایراد و ابهامه، نمیاد برنامه ارائه بده. همونطور که مثلا چون حزب ایکس یا آقای ایگرگ یا خانم فلان میاد بدون اینکه برنامه ارائه بدن، مردم ایران نیازمند این هستن که بدونن که آقا آیندهشون چه خواهد شد. متوجه این؟ بنابراین این ائتلاف، این اتحاد، اینا همش به نظر من به نتیجه نخواهد رسید هرگز تا زمانی که رو راست و روک و پوسکنده بیان برنامه هاشون رو ارائه بدن و خواسته هاشون رو ارائه بدن. آقای پهلوی یه روزی اومده میگه که من جمهوری خواهم، یه روزی میاد میگه نه من اگر مردم بخوام پادشاه مشروطه میشم و غیره و ذالک. یعنی هر بار
نظرش رو عوض کرده، با وجود که من احترام خاصی بهشون قائلم، ولی خب ایراد هم میگیرن ازشون، چرا نباید بگیرن؟ انتقاد بهش وارده. در اصل فعلا من تا اینجا صحبتمو قطع میکنم. خانم بیرجانی صحبتشون کنن. ممنونم. مرسی از شما خانم بیرجانی، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنون آقای ناصری، مرسی این فرصت رو مجدد به من دادین. صحبتی آقای شایگان کردن درسته، اما یه نکته هست دوستان، این رو هم باید در نظر بگیریم. ببینید الان آقای پهلوی اگر بگه آ، یه عده‌ای میگن چرا گفت آ، اگه بگه ب، یه عده‌ای میگن چرا گفت ب. میدونی مشکل از خود ما مردمه. من اول از همه مشکل خودمو میدونم. یه مثالی هست، میگن یه نفر که خوابیده رو راحت میشه بیدارش کرد تا کسی که خودش رو زده به خواب. ما روبرو هستیم با آدمایی که خودشون رو زدن به خواب، نمیخوان بیدارشن، نمیخوان متوجهشن اصلا و درگیر نمی کنن خودشونو و برعکس میان طبق اون عقیده و نظراتشو میان تاثیر میذارن روی کسانی که حالا تا حدودی مثلا شاید فکرش بهشون باز شده، اینجوری بگم بهتره. اینه که در واقع من خودم به شخص خود آقای پهلوی ایراد وارد هست، ولی نه تا این اندازه که بگه چرا اینو گفتی، چون من میدونم به هر حال اول از همه این که یک جماعتی رو به قول معروف دور هم جمع کردن، ایرانی رو من در واقع میگم، کار بسیار دشواریه. و حالا شما فکر کنید که بخوان مثلا اینا یک مسیر رو هم با هم برای رسیدن به یک نقطه طی کنن. بعد مسئله دیگه که میخواستم خدمتون بگم راجع به صحبتهایی که حالا این گروهی که گروه ائتلافی که صورت گرفته تا الان انجام دادن، من یه مطلبی رو خوندم و دوست داشتم به شما بگم، دوستان با شما به اشتراک بذارم که توی این 10 روز گذشته در واقع چه اتفاقایی از طرف در واقع آمریکا صورت گرفته. یکی 500 میلیون دلار نقد رو به عنوان طلب ایران بابت صادرات برق به ایران به عراق دستور داده که پرداخت کنه. دومین مورد این بوده که جلوی انگلیس رو گرفته بابت اینکه انگلیس اعلام کرده بود که سپاه پاسداران رو تو لیست تروریست میذاره، در حالی که خودشون 4 سال پیش سپاه پاسداران رو تو لیست تروریست قرار دادن ولی الان جلوگیری کردن. سومین مورد صدا سیما رو اگر همه چنده باشین از اون تحریمی که بود معاف کرد. چهارمین مورد حمله به ایران اینترنشنال بود که هرچند من خودم مخالف کلن ایران اینترنشنال هستم 100%، اما به هر حال در واقع جوری برخورد کرد که ایران اینترنشنال رو یه جوری پس بزنن، یعنی بشوننش سر جاش اینجوری. و مورد پنجمی که بود سفر سفیر سوئیس بود به ایران که اگه دیده باشین خانم رفتن قم با چادر و حجاب و این حرفا رفتن و از یه مرکز فرهنگی قم هم چیز کردن، دیدن کردن که اینا به نمایش گذاشته شد. خب ما الان بعد 5 ماه واقعا بعد این همه تظاهرات مردم توی اروپا جلو پارلمانا، نمیدونم جلو سازمان ملل، تمام اینا رو بخوایم در نظر بگیریم دیگه، خودشون وقتی دارن انقدر توی برنامه‌های تلویزیون و رسانه‌هاشون هم دارن اعلام میکنن، هی محکوم میکنن، هی تحریم میکنن، خب یه همچین چیزایی رو که آدم میبینه واقعا میگه خب برای چی باید این اتفاق بیفته؟ برای چی اصلا باید این گفتمانه با اینا صورت بگیره؟ و باز حرف اولم رو میزنم که مشکل از خود ما مردمه. بزرگترینش هم اینه که مردم قدرت خودشون رو باور ندارن و همچنان منتظرن که پشت یه عده پنهان بشن، یه عده بیفتن جلو، راه رو باز کنن، اگه توش ایراد داشت بکوبن طرف رو، اگر هم خوب بود بگن ما کردیم. این نظر من هست. یه نکته دیگه هم بود که حالا توی بخش بعدی صحبت میکنم. مرسی آقای ناصری. ممنونم خانم بیرجندی. واقعا حالا دیدگاه یا سیاست های دوگانهی که داریم میبینیم تو این
چند ماه اخیر واقعا آدم میمونه که الان توی این موقعیت یه دفعه میان کامل حمایت میکنن از خیزش مردم، بعد میان یه کار دیگه میکنن که آدم مثلا شک میکنه به خودش که واقعا اینا همونا بودن که حمایت کردن یا اینا کسایی دیگه هم. الان توی این چند ماه بعد هم که شما گفتید دیدیم که اول چقدر آمریکا حمایت میکرد از این خیزش، بعد الان داره یه سری مماشات میکنه، حالا میگن به خاطر تبادل زندانیه به خاطر این کوتاه اومده آمریکا و الان داره این پول پرداخت کرده و حالا صدا سیما رو معاف کرده و یه سری حالا امتیازهای دیگه که به ایران داده، میگن به خاطر تبادل زندانی بوده که من حالا شک دارم فقط به خاطر این مسئله است، میتونه چیزای دیگه باشه. یا از این طرف اروپا، هم خود سوئیس هم خیلی از کشورهای دیگه یه جورای یه بره از زمان تمام قد اومدن حمایت کردن از حالا این بحث مبارزه با حالا حکومت تو این چند ماهه، ولی از این طرف سفیر سوئیس میاد قم اونجوری حجاب سرش میکنه تو این برهه زمان، تو این برهه که حالا همه میبینن علیه بیهجابی، حالا از نوع به قول اونا بیهجابی در بود، تو این برهه که همه داره توی خیابونا دارن کشته میشن اعتراض میکنن، بلند میشه اینجوری روسری سرش میکنه چادر سرش میکنه میاد میره توی حالا قم و سوئیس هم میاد دفاع میکنه از سفیرش، میگه سفیر ما اومده رفته اونجا یک بازدیدی انجام داده و اصلا ربطی به این اعتراضات و اینا نداره. آدم واقعا دو دستگی رو که میبینه نمیدونه، یه ذره توش میمونه که واقعا چه کاری باید انجام بده. الان باید خوشحال باشه که اروپایی‌ها ازش حمایت کردن یا ناراحت باشه که اروپایی‌ها حمایت نکردن، اصلا بیاد امیدوار باشه به حمایت‌های اروپایی اصلا امیدوار نباشه. یه ذره آدم واقعا سر دورایی قرار میگیره اینجور موقع. آقای طایف بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله، درود به همه همکاران عزیز و خسته نباشید. بحث خیلی مفصله، من چند تا نقطه رو یادداشت کردم، یعنی از احزاب اومد و از ائتلاف اومد و اومدیم به حمایت اروپایی‌ها و بعد خیلی بخوایم به همه این نقطه ها اشاره کنیم خیلی طولانی. من یه چند تا مورد رو نوشتم که برای شاهدان گفتن که روشنفکران 57 فکر میکردن که ایران با اروپایی ها مثل اروپا خواهد بود ولی اشتباه میکردن. واسه میگم آقای شاهدان اون زمانی که اروپا نبود ایران خیلی جلوتر از اینا بود، این به ظاهر روشنفکرا بودن که ما رو به قهقرا بردن، همونایی که همشون الان بیرون از ایرانن و اکثرا هم چپی هستن، چون مشخص اون موقع با خمینی همه چپی ها دستشون توی کاسه بود، همشون هم اومدن تو کشورهای امپریالیستی پادشاهی و هیچ کدوم تو کشورهای کمونیستی اصلا نرفتن و مشکل ما این روشنفکرا بودن. در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی گفتیم، من اینا رو شنیدم و با یکی دوتا از حزبایی که در رابطه هستم، خود آمریکا فعالیت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو محدود کرده، یعنی میدونیم که بعد از اینکه محمد رضا شاه پهلوی از ایران رفت آمریکا بهش اجازه نداد و از اونجا رفت مصر، برای همین فعالیتش رو محدود کرده و نمیذاره قد علم کنه، خب چون دشمن پسرش، پسر دشمنش اومده تو خاکش و حقوق بشر چیزی نمیتونه بگه، واسه همین شاهزاده رضا پهلوی نمیتونه خیلی فعالیت آنچنانی بکنه، حالا شاید الان بیشتر شده ولی قبلا نمیتونست. و اینی که گفتیم برنامه ای ارائه نداده، اگه امروز شاهزاده رضا پهلوی برنامه ای ارائه بده میگن که خب الان این داره خودش رو مطرح میکنه، الان دعوای حزب نداریم ما که من میخوام اینجا حکومت کنم یا ایکس یا ایگرگ، الان فعلا برنامه آزادی ایران، الان کافیه یک نفر از این 8 نفر بگه که آقا من برنامه برای آینده ایران نه، میگم بیا شد قدرت طلبی، شد سلطنت طلبی، میخواد بگه که من هستم، به احزاب دیگه هم بیان، هنوز بذارین دشمن رو بندازیم بیرون بعد بریم داخل ایران تبلیغات احزاب کنیم دیگه، اون موقع برنامه رو حتما ارائه میدن. و یه چیز مورد دیگه هم بود که برای حمایت از اروپایی، متاسفانه آزادی کشور ما از گلوگاهی به نام اروپا گذر میکنه، یعنی به غیر از این که این اروپایی ها و آمریکایی ها دستشون تو کاسه باشه، ما نمیتونیم ایران رو آزاد کنیم. چرا؟ چون اونا دست نشونده همینا، و برای اینکه به اینا باج بدیم بستگی داره چقدر، اگه مشروعیت هم نداشته باشم بالاخره دارم باهاتون صحبت کنم، من نوعی رو نمیذارم برم تو پارلمان صحبت کنم، و
پس یکی دو نفر رو میخوان، پس اینا که میخوان برن صحبت کنن باید با اینا یه ساخت و پاختی بکنن که بعد اینکه ایران آزاد شد شما میتونین بیان سرمایه گذاری کنین، اینطوری بکنین، اونطوری بکنین، برنامه هاشون رو ارائه بدین و از مردم رأی بگیریم و شما میتونین به اون منافعتون برسید و شاید منافع بیشتری هم بهشون پیشنهاد بدن، ولی چاره ای جز این نداریم. چقدر باید بشینیم که تا ایران آزاد بشه؟ تا این اروپایی ها همینطور که فرمودید میبینید که اصلا رفتاراشون دو جانبه است، یه روز تحریم میکنن یه روز نمیکنن، یه روز اینجا بر علیه حقوق بشر میان بیرون، بعد میبینیم که خانم بربوک میگه که نه اصلا مشکلی نداریم ما سپاه رو تحریم کنیم، بس فرداش میبینیم که شارمهد رو میخوان اعدام کنن میگن نه اینا تروریستی هست. این رفتارهای دوگانی اینا کاملا مشهوده، اصلا هم شکی درش نیست. اگه میخواییم ایران آزاد بشه یا باید همه یک روز بیان بیرون، فرض کنید تیم فوتبال ایران پیروز شده همه یک روز بیان بیرون، الان جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه، جمهوری اسلامی رو به نابودی، دلار شده 60,000 تومان ولی از اون ور آمریکا داره تزریق میکنه، مردم خودش کمک نمیکنن، مردم وقتی میگن 60,000 تومان حداقل بیاین بیرون، ولی متاسفانه هیچ حرکتی دیده نمیشه، فقط همین به دنبال منافع شخصی خودشونن و تا این طرز فکر عوض نشده متاسفانه بر همین منوال هست. مرسی از اینکه مایک رو اختیار کردید. مرسی از شما آقای طایف. منم موافقم. ببینید تو حالا ائتلاف احزاب و حالا شخصیتایی که پافیش گذاشتن هیچ وقت نمیشه گفت 100% ایدئال اون چیزی که ما میخوایم اتفاق میفته و همون چیزی که میخوایم میشه، اصلا این یه توهم محضه، اصلا همچین هیچ وقت اتفاق نمیفته. ولی کن خب آدم باید به حال الانش نگاه کنه، به وضعیتی که الان توی ایران هست، توی وضعیت بد اقتصادی، وضعیت فقر، معیشتی، بیکاری، یعنی تو هر چیز بدی که شما در نظر بگید توی ایران، ما الان ایران توی صدره توی هر چیز بد. و بخوام یه ذره از این گذر بکنیم، 100% مجبوریم یه سری باجا رو بدیم، حالا فرق نمیکنه حالا اون رضا پهلوی باشه یا هر کس دیگه‌ای که میخواد بیاد یا هر دولتی که میخواد بیاد، به خاطر رسیدن به یه سری اهداف، یه سری موقعیت‌ها مجبوریم از یه سری چیزا بگذریم تا بتونیم به اونا برسیم. ولی که الان بزرگترین مشکل و مهمترین مشکل همون گذر از جمهوری اسلامی ایران. من اول توی صحبتام گفتم احزاب، یعنی کاری که باید انجام بدن، اختلاف نظر که 100% باید باشه، ولی باید فعلا کنار بذارن و به هدف اصلیشون که همون گذر از جمهوری اسلامی ایران به اون فکر کنن، اونو بذارن در صدر همه اهدافشون و بعد در کنار اون مسلماً بیان برای فردای آزاد ایران قانون اساسی بنویسن، اونو به اشتراک بذارن، مردم بیان در موردش نظر بدن و اونو حالا یاده بکنم توی کشور. به امید اون روز که میدونم خیلی دیر نیست، خیلی زود اتفاق میفته و مطمئنن میگذریم از این جمهوری اسلامی ایران و میتونیم یه ایرانی آباد، آزاد و سرشار از دموکراسی و یه جورایی میشه گفت زبانزد دنیا بسازیم. به امید اون روز سپاسگزارم از همه دوستان عزیز که امروز توی بحث آزادمون و همینطور توی جلسه‌مون مشارکت داشتن. بحث آزادمون بسیار خوب و کامل جامع بود، دوستان در همه زمین‌ها نظراتشون رو بیان کردن و به یه تبادل نظری رسیدیم و امیدوارم که همین تبادل نظری تو ابعاد خیلی بزرگتری فردا توی هم بین احزاب، هم توی اپوزیسیون و هم توی کشورمون اتفاق بیفته، صحبت کنن، شنیده بشن و نظر بدن، نظر بگیرن و این تبادل نظر همیشه باشه. همین کمک میکنه که ما هم خودمون آگاه بشیم، هم بتونیم جامعهمون رو نسبت به قبل آگاه‌تر بکنیم. از همه دوستان تشکر میکنم، از دوستانی که در برگزاری این جلسه با ما همکاری داشتن، منشی جلسه سرکار خانم آیلار اسماعیلی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای اسفندیار سنگری و جناب آقای احسان احمدی خواه و ادمین ها جناب آقای عباس رهبری و آقای سینا اشجعی. من ختم جلسه رو در ساعت
19:45 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 26 فوریه سال 2022 اعلام می‌کنم.